سلام امیدوارم کارتون خوب باشه دو هفته پیش صرافی معرفی کردیم که حالا میتونستید داخلی ثبت نام کنید احراز هویت بکنید کمپینی داشت که هنوزم فعاله اگر ثبت و, و احراز هویت رو کامل کنید و انجام بدید 2500 ساتوشی بهتون میده حالا به, می به اون کاری نداریم به ازای هر رفرالی هم که شما میگیرید زیر مجموعه ای که میگیرید هم به شما اگه اون احراز هویت انجام بده به شما باز 2500 ساتوشی میده حالا این یه بخشیشه ما با بخش بعدیش کار داریم که قرار بود از این صرافی ایرانی استفاده بکنیم و مقدار تون کوین بخریم برای تراکنشات نات کوینمون اگر قرار شد لیست بشه و رفت تو حالتی که قرار بود لیست بشه و انتقالش به صرافی قاعدتا به مقداری تون کوین نیاز داریم و حالا ما میخوایم از این صرافی استفاده بکنیم و تون کوین رو بخریم خب میگه خرید تون کوین خب اونقدی کار نداره یه مقداری حالا ریالی شارژ میکنی تون کوین میخریم خب خیلی از دوستان توان خرید پنج تون کوین رو ندارن چون بسیاری از صرافی ایرانی حداقل برداشتشون یا حداقل خریدشون حداقل پنج تون کوینه که حالا ما میخوایم یه ترفندی بزنیم ریالی شارجش بکنیم تترش کنیم ببریم توی ربات و تبدیلش بکنیم به حالا به هر مقداری که تون کوین که هست برای صرافی و نات کوین اون استفادهش کنیم اولین نکته ای که خب مهمه اینه که داخل صرافی احراز هویت کرده باشی صرافی او فینکس رو توصیه میکنم صرافی خوبی از کارمزاش تقریبا کمتره و خیلی هم حالا پشتیبانشون قوی هستش اگر احراز هویتتون رو انجام دادید و کاراشو انجام دادید یادتون باشه حتما از این بخش حتما قسمت امنیت تشریف ببرید و رمز دو مرحله ایتون رو فعال کنید دو عاملیتون رو فعال کنید اگر این فعال نباشه نمیتونید نقل و انتقالی انجام بدید یعنی اگر یه چیزی بخرید دیگه نمیتونه انتقال انجام بده حتما باید این رو ارزم با حضورتون که فعالش کنید یکی دیگه از کارهایی که رمز دو عاملی میکنه این که امنیت کیف پول شما رو داخل صرافی بالا میبره وقتی این روشن هستش شما یه کدی داخل گوشیتون داخل برنامه گوگل آوتنتیکیتور دریافت میکنید که فقط مختص خودتون یعنی کسی دیگه هر جای دنیا هم باشه بخواد داخل پنل شما بیاد داخل صرافی نمیتونه چون کد رو نداره وقتی اینو فعال میکنید حواستون باشه تا 48 ساعت نمیتونید نقل و انتقال کنید یعنی اگر الان هم همین الان شما اینو فعال بکنید تا 48 ساعت اجازه برداشت بهتون نمیده و بعد از 48 ساعت شما میتونید برداشت بکنید این نکته بود که لازم دونستم بهتون بگم خیلی هم مهمه و حالا بریم سراغ واریس کردن یه مقداری ریال یا تومن برای اینکه بتونیم به تتر تبدیلش بکنیم حالا من از قبل چون ارزم به حضورتون دارایی دارم داخل صرافی دیگه واریز نمیکنم ولی شما که میخواید واریز کنید کارا رو که انجام دادید احراز شدی تموم شد رمز دو عاملیتون رو فعال کردید 48 ساعت گذشت تشریف قسمت واریز و روی واریز که بزنید اینجا بر اساس اون شماره کارتی که قبلا توی ثبت نام دادید این بالا شماره کارتتون رو انتخاب میکنید اینجا بعد مبلغی که میخواید واریز بکنید رو اینجا وارد میکنید به طور مثال با قیمت الان میگم اگر بخواید یه چیزی علوشه ده تتر خارج کنید ببینید سقف برداشت تتری این صرافی و بسیاری از صرافی ایرانی ده یازده تتره یعنی شما باید به اندازه یازده تتر اینجا معادل ریالی یا معادل تومنی پول واریز کنید تقریبا من حالا میگم یک میلیون تومن یک میلیون تومن میزنید شماره کارتتون رو بالا میزنید که حالا من روش کلیک کنم کارتم میاد میزنید و انتقال به درگاه پرداخت رو میزنید و اون واریزتون رو انجام میدید حالا شما واریز ریالی رو انجام دارید اومده نشسته داخل کیف پولتون و اینجا بهتون نمایش میده در این قسمت حالا موجودی من تقریبا دو میلیونه حالا من میخوام چیکار کنم میخوام این رو تبدیلش کنم به تتر وقتی که میخوای تبدیلش بکنید به تتر خیلی راحت از این بالا روی معاملات سریع کلیک میکنید و اینجا مقدار ریالیتون که یک میلیون بود واریس کردید رو میزنید میزنید یک میلیون حالا چون من تتر دارم دیگه نمیتونم تبدیل کنم یک میلیون رو شما میزنید واحد پولیمونه پرچم کشورم هست و اینجا معادل تتریش رو خدمتون میگه که میشه انقدر حالا اینجا زده بابت یک میلیون شما تقریبا 16 تتر میتونید دریافت کنید میتونید کمتر هم واریز بکنید مثلا چون یه ذره حالا کاهش قیمت داشتیم 800 هزار هم شما میتونید واریز کنید حواستون به این قیمت دلار باشه ببین اگه افزایش داشت روزای بعد یه موقع نهید کمتر واریز کنید به مشکل بخورید بین 900 تا 1 میلیون میتونید واریز کنید جای دوری نمیره که بعد میتونید برداشتش کنید و اینجا کارش رو انجام میدید و روی تبدیل میزنید اینجا الان ریال و تومن شما تبدیل میشه به تتر به همین سادگی این کاری که انجام دادید و داخل کیف پولتون نشست شما الان دیگه تتر دارید و به طور مثال من الان اینجا 34 تتر دارم حالا میخوایم چیکار کنیم این رو میخوایم خارجش کنیم ببریم داخل اون رباته چون ما اینجا تون کوین نمیتونیم بخریم اگه بخوایم بخریم حداقل 5 تا بخریم قیمتش خیلی بیشتر از اینا میشه قیمت تون هم الان اگه اشتباه نکنم 59 یا 6 یعنی اگه ما بخوایم 5 تا بخریم تقریبا میشه سی تتر که سی تتر رو حساب کنیم مثلا یک و 900 اینا قیمتش میشه ولی خب اگه میخواید کمتر از این خرید کنید مثلا هشتصد 900 تومن میتونید از این روشی که من دارم میگم استفاده کنید حالا شما تتر دارید میخواید برداشتش کنید درسته تشریف میارید توی برداشت و از این بالا برداشت رمز ارز رو میزنید این بالا روش که کلیک کنید میگه آقا چی میخوای برداشت کنی میگه آقا تتر و میگه به چه کیف پولی و کجا خب اینجا دست نگه دارید بریم داخل اون ربات تلگرامی که قرار ما واریز داخلش انجام بدیم که اونجا بتونیم تتر رو تبدیل به تون کوین کنیم من لینک ربات رو داخل کانال میذارم زیر ویدیو هم براتون میذارم خب ببینید ربات رو که استارت کنید روی استارتش بزنید همچین صفحه براتون باز میشه چیز زیاد عجیب غریب و پیچیده ای نیست ببینید یه مای ولت دارید که اگه من روش بزنم موجودی ولتمون رو بهمون همون میگه بعد این ربات تیک آبی داره و معتبر خیالتون راحت باشه ببین الان موجودی من رو زده خب قاعدتا من موجودی ندارم و میخوام تازه شارژ کنم چی کار میکنم میخوام شارژ کنم میزنم روی دیپوزیت و به من میگه چی میخوای واریز کنی من میگم آقا یو اس دی تی همون تتر میخوام واریس کنم روش که بزنم برای من چهار تا شبکه میاره این شبکه ها دوستان خیلی مهمه کسایی هستن که این شبکه ها رو اشتباه زدن توی نقل و انتقال پولشون کامل از بین رفته خیلی دقت کنید چیزی که بر مبنای اون شبکه میخواید انتقال بدید رو باید هر دو سرش اون شبکه باشه یعنی من اگه بخوام برم داخل صرافی ملان بخوام تتر رو انتقال بدم باید یه شبکه باشه و اینجا هم که میخوام واریز تتر رو انجام بدم باید همون شبکه باشه حالا کدوم شبکه ارزم وجود سرعتش بالاتره و کمیسیونش کمتره ERC20 جزه شبکه اتریومه که فکر کنم سولوش یه دلار اینا ازتون کسر میکنه بابت کمیسیون بایننس با اسمارت چین داریم که این از همه ارزان به تو کمیسیونش کمتره فکر کنم بابت ده دلار ما 7 دهم دلار کمیسیون بدیم و خود ترون هم که اینجا هست TRC 20 این یه سی دو دلار از اونو کم میکنه و با این هم که کا با تون خود یو هم که کاری نداریم خب ما میخوایم بر اساس بی اس سی بی بیایم و نقل و انتقال رو انجام بدیم روش کلیک میکنم یه آدرس کیف پول به من میده که میگه بعد به این آدرس واریس کنی ببینید این آدرس کیف پول است روش که به نگه دارید کپی میشه روش نگه دارید کپی میشه حالا چی گفته این پایین گفته که آقا کمترین حالتش اینه که شما یک هزارم یو بریزی و یه کانترکت آدرس داده که هیچی و میخواید روی این باریز کنید دیگه الان من اینو کپیش میکنم میام داخل برنامه اینجا شبکه هم چی بود ببینید به ان خیلی دقت کنید اونجا هم اینو زدیم روی میزنم آدرس کیف پولم رو اینجا وارد میکنم و مقدار برداشت رو میزنم من به طور مثال میخوام بزنم ده و هفت خب ببینید ده و هفت رو که من میخوام برداشت کنم واریز نهایی من ده تاست هفت دهم دلار رو کمیسیون خود شبکه بر میداره همه رو چک کنید درست که زدید روی ثبت درخواست برداشت بزنید ببینید یه کد برای من میخواد به این شماره بفرسته که تایید بشه این ارسال یه کد به, اسم... به, شمارم به اسمس میشه یه کدم تو اون برنامه که بهتون گفتم امنیت رو فعال کنید تو اون میاد که اون رو هم بعد وارد کنیم حالا منتظر اسمسه میشیم اسمسی که اومد واردش میکنیم بریم سراغ بقیه کارا اس ما تایید شد حالا میریم کد دو عاملی رو برداریم احتمالا اگه من برم تو برنامه شما اون بخش رو نبینید چون به خاطر اون امنیتی بودنش اجازه نمیده که اون برنامه رکورد بگیره خب کد رو به من داد 942 341 من کد رو وارد کردم خب ببینید درخواست برداشت با موفقیت انجام شد الان رفت که واریز کنه حالا یه پروسه زمانی داره تا واریز انجام بشه واریز که انجام بشه اینجا دیگه داخل ربات ما میتونیم واریزمون رو ببینیم و حالا واریز که انجام بشه دیگه میریم بقیه کارا رو انجام میدیم خب ببینید اگه بیام تو تاریخچه برداشت صرافی میبینید که در حال بررسی همچنین هنوز واریز نشد حالا بعد از واریز من ویدیو رو براتون ادامهش رو توضیح میدم واریز انجام شد که داخل ربات برای من زده و میتونید مشاهده کنید اینجا و حالا بریم بقیه کارا رو انجام بدیم خب زده که واریز 10 دلار 10 یو تی با موفقیت انجام شد خب روی مای اون که بزنیم ببینید نشست روی مای ولت اون که بزنیم اون میزان یو تی رو نشون میده حالا میخوایم اینجا تبدیلش کنیم چیکار میکنیم یه بک میزنیم و میایم اینجا روی اکسچنج میزنیم ما میخوایم تبدیل کنیم این تترمون رو به تون روی اکسچنج میزنم و اینجا دو تا گزینه هست که بات اکسچنج که وب اکسچنج من روی وب اکسچنج میزنم منتظر میشیم که سایتش باز شه و اینجا دو تا گزینه داریم یکی کانورت که روی کانورت میزنیم و میگیم USDT موجودی رو برای میاره دقیقا و روی مکس که کلیک کنیم کل موجودیم رو میزنم و اینجا میگه سلکت کن میگه ما میخوایم تبدیلش کنیم به تون روی تون که بزنه ببینید ما تونستیم با تقریبا 11 تتر اگه بخوایم کمیسیون هم حساب کنیم تقریبا یک ممیز هشت ده هم هشت ده هشت ده هم ده تون کوین رو خریداری کنیم و حالا من اینجا روی کانورت که بزنم عملیات انجام میشه خب رفت برای انجام عملیات روی کانورت میزنم و تمام اینجا پیغام تبدیل رو به من داد اگه برگردیم داخل ربات اینجا میبینید که نوشته شما تقریبا یک و هشت دهم تون رو تونستید تبدیل بکنید یعنی ده تترتون رو تبدیل کردید به این مقدار و فی شبکه هم ببینید اینقدر زیاد به چشم نمیاد الان من برم روی ولت بزنم یعنی روی ولت هم بزنم چه اتفاقی میفته توی ولت من اومده تون کوینم رو نمایش میده و حالا شما این رو میتونید از اینجا هم انتقال بدید به کیف پول تونکیپرتون حالا چجوری میتونید انتقالش بدید تشریف برید داخل کیف پول تونکیپرتون یه نکتهی که بعد بهتون بگم هر کیف پولی که میسازید دوستان کیف پول اصلیتونه اگر کیف حالا برای تست من دارم براتون میگیرم کیف پول ارز دیجیتال دارید درست میکنید حتما اون پین اون کد 12 رقمی یا 24 رقمی رو یه جا یادداشت کنید صرفا با یه اسکرین شات نمیتونید شما اون کد رو نگه دارید هر اتفاق بیفته واسه اون اسکرین شاتتون شما کل موجودیتون رو از دست میدید پس حواستون باشه حتما و حتما اون کد رو یه جا یادداشت کنید الان شما این کیف پول تون کیپر رو که ساختید حتما یه کد 12 رقمی بهتون داده اگه نداده برید دوباره از اول بسازید اون کد رو داشته باشید همینجوری اینو ساختید کد هم یه جایی داشت نکردید نرید داخلش چیزی واریس کنید نکات رو رعایت کنید اینجا من روی ریسیو میزنم میخوایم مقداری تون اونجا رو انتقال بدیم اینجا دیگه روی ریسیف که بزنم یا آدرس به من میده که این آدرس ولت تونه من داخل تون کیپره. روی کپی میزنم کپیش کردم حالا برمیگردم تو رباته اینجا دیگه حالا میخوایم انتقال بدیم میزنیم رو بیت راو. روی اینکه بزنیم میگه چی میخوای انتقال بدی میگیم تون رو میخوایم انتقال بدیم میگه که چقدرش رو میخوای انتقال بدی میگیم ماکسیمومش رو میخوایم انتقال بدیم میگه که خب انقدر رو اگه بخوای انتقال بدی فیش میشه اینقدر خب و حالا میگه آدرست رو برای من بزن من آدرس اونجا رو اینجا کپی میکنم میزنم خب میگه که به این آدرس اینقدر میفرستم اینقدرم فیت میشه میگه آیا تایید میکنی میگم آره تایید میکنم روی کانفرم میزنم و تمام حالا این که چقدر طول بکشه به اونجا برسه شبکهتون تون کلن سرعتش بالاست و احتمالا مثلا تا یه دقیقه آینده توی حساب من باشه هرچند که اینجا زده که پروسس داره انجام میشه کاراش خب همونطور که میبینید اینجا یه پیام بر من داخل ربات اومد که با موفقیتون انتقال شما انجام شد مم. حالا بریم ببینیم داخل کیف پول تون کیپرمون نشسته یا نه یه رفرش میدیم بله ببینید اومده حالا من اگه بخوام برم هیستوری رو نگاه کنم میبینید که واریزیمون با موفقیت انجام شد که حالا با کسر اون پنج تونی که از حساب اون کسر کرده برای انتقال این میزان رو برام ریخت ببین دوستان یه نکته بهتون بگم اگه میخواید کم خرید کنید در حد مثلا یه تون دو تون خرید کنید این راهکار خوبیه خب ولی اگر میخواید بیشتر از این مقدار بخرید 10 تا 20 تا 15 تا داخل همون صرافی شما میتونید این کار رو انجام بدید یعنی مستقیما ریال رو وارد کنید حالا برید توی بازار و توی نقل توی معاملات سریع اونجا میتونید خریدتون رو خیلی سریع انجام بدید و تبدیلش کنید به تون دیگه تون رو انتقال بدید مستقیما به همین کیف پول و تون کیپرتون دیگه این در سرا نکشی کسایی بود که میخواستن کم خرید کنن یعنی اندازه نقل و انتقاله حالا ما نمیدونیم نقل و انتقال نات چقدر خواهد بود یه تونه نیم تونه دو تونه سه تونه ما نمیدونیم ولی اگه خواستید کم خرید کنید این راهکاری بود که به نظر ما من میتونستید انجام بدید و با کسر حالا مقداری فی و کارمز این کار رو میتونید انجام بدید صرافیه رو حتما ثبت نام کنید احراز و رو بکنید تا اون 2500 ساتوشی هم بگیرید اگر دوست داشتید زیر مجموعه هم بگیرید و از قبال زیر مجموعه هم بهتون باز 2500 ساتوشی میده و دیگه همین دیگه باز اگه سوالی داشتید من در خدمتون هستم